در روز دویم خهرمانی اوسیوید با گوشتین طرز اوزود جمچه شریفوف زیر وزن 161 کیلوگرم رخوبتو را از دور مقدماتی آغاز نموده توانست بدون امکانات به حریف خیش از کشور شریلانکا ترین دو پریانات با حساب 11 بر 0 ظفر بیابد. با این پیروزی دور مقدماتی جمشید به دور چهار یک نهایی برآمد. در این مرحله او را حریف بسیار هم قوی رضا اتریکی در فعالیت کسبی خیش نایب قهرمانی جهان نشانی برنجی بازی های آسیایی و سه نشانی قهرمانی آسیا را به دست آورده است که از آن یک طلا یک نقره و یک برنجی می باشد رو برو گردید. نو و بس از جسه کوچک نسبت به پهلوان ما این ورزشکار ایرانی توانست با برتری پنج خوله جمشید شریفوف را شکست و در روحی دوری نیم نهایی بشود. ولی بعدا این گوشتینگیری ایرانی شادی ناکامی چشیده برای پهلوان ما قهرمانی آسیا در همین مرحله به انجام رسید. موفق‌ترین نماینده تاجیکستان در قهرمانی آسیا در این دو روز برگزاری ویکتور رسدین گردید. این پهلوان 30 ساله که در فعالیت طولانی کسبی خیش جام جهان را به دست آورده است، رقابت‌ها را از دور هشک نهایی شروع نمود. حریف اول او نماینده کره جنوبی پهلوان 25 ساله سانگ‌هو هان بود. پهلوان کوریایی مقابل ویکتور هیچ امکانیت کسب حداقل یک امتیاز را نداشت و با حساب 11 بر 0 شکست خورد. در دور چهارک نهایی باشد ویکتور رسدین با میزبان مسابقه کنت کریمبکف جوان 21 ساله وارد گلیم شد. این پهلوان که در فعالیت کسبی صاحب نشانی نشده است مثل حریف کوریایی مقابل نماینده تاجیکستان عاجز مانده بود و پهلوان 30 ساله تیم تاجیکستان با حساب عمومی 9 بر 0 دست بالا گردیده به دور نیم نهایی راه پیش گرفت. ویکتور رسدین برای به فینال وزن تا 74 کیلو برآمدن با نماینده ترکمنستان پهلوان بسیار هم جوان که همگی 17 سال دارد الف ارسلان بگنجوف رو برو شد. نسبت دو حریف قبلی تنها به این پهلوان دست داد که از ویکتور رسدین امتیاز بستاند، ولی به عوض 4 خالی به دست آورده بگنجوف ترکمن ویکتور رسدین 14 امتیاز دیگر به دست آورده با باوری کامل پیروزی به دست آورد و به فینال وزن مذکور برآمد. حریف پهلوان ما در رقابت نهایی ورزشکار کشور ژاپن کوتو تاکاهاشی 20 ساله گردید که در راه تا به فینال حریفان بسیار قوی را شکست داد. این پهلوان 20 ساله در فعالیت ورزشی خود نشان طلای قهرمانی آسیا میانی نورسان، نایب قهرمانی آسیا، همچنین برنده نشان برنجی جام جهان میانی پهلوانان تا 23 ساله شده است. نماینده 30 ساله تیم ملی گوشتی تاجیکستان باشد در فعالیت طولانی بیشتر از 15 ساله خیش شماره زیادی جایزه ها مخصوصا جام جهان در هر دستوی جام ملت های اروپا قهرمانی جهان میانی دانشجویان و همچنین برنده مقام های افتخاری گران پری ایوان یاریگی می باشد. در این رقابت سخت سنگین پهلوان ژاپنی از اشتباه ویکتور رسدین استفاده نموده ابتدا صاحب 3 امتیاز شد و بعدا تا ختم ثانیه ها شماره خل های خیش را تا به 6 عدد رسانیده نتیجه عمومی را 6 بر 1 کرد و صاحب نشان طلای وزن تا 74 کیلوگرم قهرمانی آسیا شد. نشان نقره ویکتور رسدین اولین مدال برای پهلوانان تاجیک در دو روز برگزاری قهرمانی آسیا محسوب می شود.